سلام، من بهرامم و به اتاق 13 هم خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به اتاق 13 هم خوش اومدید. یکی از چیزهایی که میتونیم وقتی میریم لب ساحل برای ما این فانتزی خیلی جالبی باشه و همیشه دوست داشتیم که اونجور چیزی رو مثلا ببینیم لب ساحل، میتونه یه بطری باشه برای اینکه یه نقشه نامه از طرف دزدای دریایی باشه. ولی به نظر تو چیزی که مثلا میتونه خیلی خاطره بدی باشه و همیشه به عنوان یه وحشتناک‌ترین چیزی که مثلا آدم تو ذهنش باشه، به نظرت چی میتونه باشه؟ من میگم بریم تو داستان ببینیم وحشتناک‌ترین چیز چی میتونه باشه. در اواخر بعد از ظهر 26 ژوئیه سال 1974 بود که لزلی 12 ساله همراه با خانواده‌اش از لب ساحل به اقامتگاهشون برمیگشتن. یه سگ محلی هم افتاده بود دنبالشون و با لزلی بازی میکرد و اینو جلوتر از پدر و مادر لزلی در حرکت بودن. سگ یه جایی بین کاج‌ها وایساد و شروع کرد به سر و صدا کردن. لزلی از دور یه چیزی مثل گوزن مرده رو میدید، اما نزدیکتر که شد دید گوزن نیست، بلکه جسد سیاه شده یه انسانه که دست نداره. با رسیدن پلیس مشخص شد که لزلی در بین کاج‌ها بدن برهنه و در حال تجزیه یک زن را پیدا کرده. وی تقریبا 168 سانتی متر قد و 66 کیلوگرم وزن و بدنی ورزشی داشته است. سن تخمینی او بین 25 تا 35 سال است. تخمین مدت زمانی که جسد او آنجا رها شده بین 10 روز تا 3 هفته بوده است. با اینکه جسد بسیار نزدیک به جاده اصلی بوده و همینطور نزدیک به ساحل بوده، اما هیچ کسی جسد رو ندیده. سه هفته استتارم نکرده بودن مثلا بگی دورشو با مثلا برگوشا خود داره. اصلا هیچی، روی یه حوله سبز رنگ دراز کشیده بوده و به نظر می اومده جاش رو با یه نفر دیگه تقسیم کرده. چرا؟ چون جسد یک طرف حوله بوده. تو وقتی که میخوای تنها میری آفتاب بگیری، خب وسط حوله معمولا دراز میکشی، این یه طرف حوله دراز کشیده بوده. ببین، با وجودی که مثلا رو حوله زیاد خونه مثلا به اون صورت تخته نشده که، یعنی جسد اوورده شده گذاشتنش اونجا، به نظر من اون آدمی که اونو کشته مثلا ممکنه که یه مدت اومده باشه، حتی بغلش دراز کشیده، مثلا حتی باشد اشپازی کرده باشه. خب تو اینو داری میگی اینجور آدمای مریضی وجود داشتن که قاتل مریضی اینجوری وجود داشتن. درسته. و اینکه این بانوی شنی با چوب مورد حمله جنسی قرار گرفته بوده، یعنی اینکه سکس نداشته با کسی ولی با چوب مورد حمله جنسی قرار گرفته بوده، و اینکه سرش رو اومده بودن با یه چیزی مثل بیل از یک طرف قطع کرده بودن و به قول تو اون آدم مریض یا آدمهای مریض اومده بودن روی اون حوله درازش کشونده بودن، زیر سرش شلوار لیش رو تا کرده بودن با یه دستمال سر که معمولا آمریکایی‌ها میپوشن، اونو گذاشته بودن زیر سرش و اصلا به اعتقاد کارشناسا توی بدن این زن جای هیچ گونه درگیری نبوده و به نظر میومده که یا قاتل رو میشناخته و یا اینکه در خواب بوده که مورد حمله قرار گرفته بوده. یا مثلا خب لب ساحل که آدم میره دراز میکشه، مثلا خب لب ساحل که میره دیگه چی خب نمیکنی که مثلا یه کسی ممکنه بهت حمله بکنه. لب ساحل کشته نشده. خب من میدونم، خب ممکنه همونجا گرفته باشنش، مثلا بیهوشش کردن بردنش. لب ساحل کشته نشده و این که اومده بودن که دستاشو قطع کرده بودن، از این قسمت رو قطع کرده بودن و کنارش قسمت دستا اومده بودن اون کاجو سوزنی، برگای سوزنی کاجو ریخته بودن که اگر مثلا مشخص نشه که دست نداره. میخواستن اینجور شناسایی نشه دیگه. همین. و اینکه چند تا از دندوناش هم گم شده بوده، این علاوه بر دست ها دندونش هم نبوده، چند تا از دندونا رو قاتل برداشته بوده. خب یکی بیشتر از چیزایی که قابل شناسایی که اثر انگشته که خب از آدم میگیرن و میتونن شناسایی کنن، یکی هم دندونا، مثلا کسایی که دندون پزشکی رفتن پرونده پزشکیشون میتونه. ببین، اثر انگشت فقط در یک صورت میتونه قابل شناسایی باشه، در صورتی که مجرم باشه و اثر انگشت داشته باشه و ما نمیدونیم که قاتل چه هدفی داشته که دستا رو برداشته. در هفته و ماه‌ها بعد از پیدا شدن جسد بانوی شنی، 30 کاراگاه پلیس و همچنین سگ‌های پلیس اون منطقه رو به معنای واقعی شخم زدن تا بتونن یه نشونه پیدا کنن، اما هیچی پیدا نشد.
در کنار جسد بانوی شنی دو تا ردپا پیدا کردن که انگار از اون محل دور می شدن و در حال دویدن بودن و ردپا متعلق به یک شخص سنگین وزن بود. همچنین یه رد لاستیک ماشین هم پیدا شد. اما خب وقتی مجوز افرادی که به اون منطقه تردد داشتن رو چک کردن نتونستن چیزی پیدا کنن. همچنین مشخص شد که بانوی شنی دندونهاش رو ترمیم کرده و این ترمیمی که برای دندونهاش کرده ارزشش یه چیزی حدود 5000 دلار تا 10000 دلاره در 47 سال پیش. آره واقعا تو 47 سال پیش مثلا خب این پول خیلی زیاد بوده و خب همچی آدمای پولداری مثلا 100% خانواده فامیلی کسی داشته. ما الان با یه شخص بی خانمان طرف نیستیم، مثلا نمیتونیم بگیم که طرف بی خانمان بوده وقتی 10000 دلار خرج دندوناش کرده، پس حتما باید یه نفری بشناستش. گزارش دندون پزشکی بانوی شنی به تمام آمریکا فرستاده شد اما هیچ کس پیدا نشد. توی دو تا مجله معتبر گزارش دندون پزشکی بانوی شنی چاپ شد اما بازم نتیجه نداشت. گزارش دندون پزشکیش به FBI و اینترپول هم فرستاده شد اما هیچ کس جلو نیومد. در سال 1980 برای اولین بار نفش قبر انجام دادن برای گرفتن نمونه خون و همچنین از جمجمه بانوی شنی قالب برداری کردند و یه طرحی از چهرش زدن و به سراسر آمریکا فرستادن به امید اینکه کسی اون رو شناسایی کنه اما هیچ کس پیدا نشد. 20 خورده سال بعد هم یعنی تو سال 2000 دوباره نفش قبر انجام دادن و دنبال مدارک و شواهد جدید گشتن اما باز هم بی نتیجه موند. و در سال 2013 برای آخرین بار نبش قبر انجام دادن برای گرفتن دی ان ای. با وجود داشتن دی ان ای بانوی شنی هنوز که هنوز ناشناخته باقی مونده هویتش. الان ما یه قاتل ناشناخته داریم، یه قربانی ناشناخته داریم. خب سناریوهای جالبی هم وجود داره. سناریوی اول رو جو هیل پسر استیون کینگ نویسنده آمریکایی که بیشتر داستان‌های ترسناک و جنایی می‌نویسه ارائه داده. اون زمانی که داشته فیلم آرواره‌ها رو می‌دیده دقیقاً در دقیقه 54 فیلم توجهش به یه دختر جلب میشه که به نظر خیلی آشنا میومده. وقتی یکم فکر میکنه میبینه قیافه دختر شبیه به قیافه بازسازی شده از بانوی شنیه. علاوه بر قیافه دخترهای داخل فیلم که بسیار شبیه همه، دختر داخل فیلم یه شلوار جین آبی پاشه و یه دستمال سر آبی هم به سرش بسته، دقیقا عین لباسهایی که همراه بانوی شنی پیدا شد. خود جوهین میگه که شاید این تصادفی باشه که اونا شبیه هم لباس پوشیده باشن. چون مرسوم بوده این لباس هم موقع. دقیقا. ولی وقتی که تحقیق کردن متوجه شدن که این فیلم در سال 1974 ساخته شده و اصلا چند روز قبل از فوت بانوی شنی و در همون مکان یعنی در همون مکان ساخته شده و این دیگه خیلی بحث برانگیز آره شد. احتمالش خیلی زیاد میشه که خیلی. چند تا خبرنگار اومدن با سازنده های فیلم تماس گرفتن و اطلاعات خواستن در مورد بازیگرش سیاهی لشکر و اونها گفتن که ما اسامی رو نداریم و کسی که بازیگران رو انتخاب کرده هم درگذشته. با اینکه این سناریو خیلی پر سر صدا شد و اگر اشتباه نکنم سال 2015 مطرح شد ولی هیچ کس نیومد بگه که مثلا این دختر داخل فیلم خواهر منه، این دختر داخل فیلم مادر منه. میشناسمش اصلا. آره هیچ کس پیدا نشد که بگه من این آدمو میشناسم. با این حال این تئوری ثابت نشد و رد شد. و اما سناریوی دوم میگه که جیمز بالجر احتمالاً قاتل بانوی شنی باشه. اون در لیست خطرناکترین و تبهکارترین افرادیه که FBI داره و بعد از اسامه بن لادن جایگاه دوم رو به خودش اختصاص داده. اون در دادگاه به جرم کشتن 19 نفر اعتراف کرده و دو دوره حبس ابد گرفته، یعنی که دوبار عمر کنه دوبار حبس بکشه. بعد 5 سال هم اضافه. 5 سال هم اضافه.
با این حال یه خانم به اسم ساندرا لی گفت که در زمانی که من 9 سالم بوده ما با آقای جیمز خیلی صمیمی بودیم و من حتی بهش میگفتم عمو جیمز. اون معتقده که روش به قتل رسیدن بانوی شنی و همچنین رها کردن جسدش خیلی شبیه به قتل دبرا دیویسه. دبرا ابتدا خفه شده و بعد دندونهاش برداشته شده، اون هم به خاطر اینکه شناسایی نشه و اتفاقا گفتیم دندونهای بانوی شنی هم برداشته شده، برای همین خیلی شبیه همه. ساندرا میگه که در اون زمان من 9 سالم بوده و من یادمه که بانوی شنی رو همراه جیمز دیدمش. اون میگه که من 2 روز قبل از لیزی جسد رو پیدا کرده بودم، ولی به خاطر اینکه میترسیدم گزارشش رو به پلیس ندادم. با این حال در محاکمه‌ای که جیمز بالجر شدش به خاطر این قتل متهم نشد و گردن هم نگرفت قتل بانوی شنی رو. و اما تئوری سوم میگه که هادن کلارک قاتل بانوی شنیه. اون الان به خاطر قتل 2 زن و همچنین سرقت در زندانه. این تئوری برای اولین بار توسط خودش بازگو شد. اون میگه که من همراه پدر بزرگم به ماهیگیری رفته بودیم که بانوی شنی رو پیدا کردیم و با قلاب ماهیگیری به سرش ضربه زدیم. بعد هم من رفتم از داخل کامیون اره آوردم و دستهاش رو بریدم و از انگشتاش به عنوان طعمه برای ماهیگیری استفاده کردم. بعدش هم بردم دستش رو یه جایی خاک کردم. جزئیاتی که اون ارائه میداد تا حدودی به واقعیت نزدیک بود. همچنین اون در سال 2000 مامورین پلیس رو به خونه پدر بزرگش برد و سطلی رو به اونها نشون داد که 200 قطعه جواهر داخل اون بود و اون میگفت که این جواهرات متعلق به قربانی هامه. ولی هیچ کس اونو جدی نمی گرفت به خاطر اینکه قبلا هم به قتل‌های دیگه اعتراف کرده بود و قتل‌های دیگه هم گردن گرفته بود و اینکه مهمتر از اون کاراگاهان معتقد بودن چون بیماری اسکیزوفرنی داره نمیتونن به اعترافاتش تکیه کنن. سناریو 4 و آخرین سناریو. این سناریو معتقده که خود بانوی شنی جنایتکاره. این سناریو از اونجای نشأت گرفت که دستهای بانوی شنی بریده شده بود. برای همین هم میگفتن احتمالاً اثر انگشتش در اداره پلیس موجوده. به خاطر همین دستخوش از بدنش جدا کردن. در همون زمان که جسد بانوی شنی پیدا شد، زنی به اسم کسینگر از زندان فرار کرد. کسینگر یه جنایتکار بود که قبلا از بانک سرقت کرده بود و همچنین تلاش کرده بود به یه مامور پلیس شلیک کنه. در زمانی که جسد بانوی شنی پیدا شده بود، اون چند هفته قبل از زندان فرار کرده بود. اومده بود میله های زندان رو بریده بود و با ملافه پایین اومده بود و به کمک یه ماشین ناشناس از اون منطقه فرار کرده بود. دقیقاً. بعد این منطقه‌ای که اون فرار کرده، زندانی که اون قرار داشته، دقیقاً در منطقه‌ای که جسد بانوی شنی پیدا شده و شباهت ظاهری این دوتا بسیار زیاد بوده و این شک رو همه داشتن که احتمالاً کسینگر همون بانوی شنی باشه. اومدن تست DNA گرفتن از مادر کسینگر، اما DNA ها مچ نبود و در سال 2002 به کمک روش های پیشرفته اومدن دوباره این آزمایش رو تکرار کردن و این دفعه قطعی گفتن که بانوی شنی کسینگر نیستش. بعد از 4 دهه هنوز که هنوز تحقیق در مورد بانوی شنی ادامه داره و میخوام بدونن که خب بانوی شنی کیه، با وجود اینکه اون یه زن ثروتمند بوده که دندوناشو 10,000 دلار خرج کرده و حتی اومدن یه حساب توییتر درست کردن و هر اطلاعاتی که مربوط به بانوی شنی وجود داره رو اونجا میذارن و هنوز که هنوز دنبال هویت اون میگردن. و شاید براتون جالب باشه که بگم در اون منطقه که بانوی شنی پیدا شده از 47 سال پیش تا الان 4 جسد ناشناس دیگه پیدا شده که نمیدونن مالکیه و 16 تا اسکلت رو از آب ماهیگیرا گرفتن و هنوز نمیدونن که این افراد کی هستن. ولی خب محققان امیدوارن که به کمک روش‌های جدید بتونن این پرونده رو حل کنن. اگه بدونید
پرونده قاتل طلایی رو به کمک روش‌های جدید تونستن حلش بکنن. به خاطر همین امیدوارن. همچنین باید بهتون بگم که ما نتونستیم عکس خوبی از صحنه جرم پیدا کنیم. امیدوارم که اگر کسی از شما این عکس رو دیده یا مثلا خیلی عکس با کیفیتی داره بجز این عکسی که الان میذاریم، برای ما بفرستینش تا ما هم با بقیه به اشتراکش بذاریم. خب این داستان هم به اتمام رسید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی ممنونم که در کامنت ها از ما حمایت میکنید و اینکه داستان های جدید پیشنهاد میکنید. بعضی از این داستان ها به معنای واقعی هیجان انگیزن، هرچند تلخن، ولی خب کلیت داستان هیجان انگیزه و ما حتما این داستان ها رو پوشش میدیم و در لیست قرارشون میدیم. باز هم ممنونم ازتون که ما رو میبینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.